سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، این بار از گوشه دیگر از اروپا با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. چون دوشنبه شبهای پیشین در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم به آنچه که در عرصه نقض حقوق بشر در حکومت فقیه در ایران می‌گذرد. نگاهی خواهیم داشت به تجمعات اعتراض‌آمیز معلمان ایرانی در روزهای اخیر. چرا حکومت ایران از تأمین مطالبات و خواسته‌های معلمان ایرانی سر باز می‌زند؟ چرا حکومت ایران دستان کسانی را که میلیاردها دلار از بیت المال را به حساب‌های شخصی خود منتقل کردند باز گذاشته اما خواسته های صنفی معلمان را نادیده می‌گیرد؟ در این زمینه در نیمه دوم برنامه گفتگوی خواهیم داشت با یکی از سخنگویان جامعه معلمان، با یکی از معلمانی که در خارج از ایران به سر می‌برد. اما پیش از آن در نیمه نخست برنامه با من و شما خواهند بود خانم مریم مؤذن‌زاده، فعال حقوق بشر و سخنگویان آقای کاظمینی بروجردی، روحانی شیعه خواستار جدایی دین از حکومت که همچنان در زندان حکومت فقیه در ایران به سر میبرد و همچنان به طور متناوب مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم مؤذن‌زاده عزیز، با سلام به شما در هلند. درود و سلام به شما جناب چالنگی و همچنین همکاران عزیز و زحمتکشتون در تلویزیون ایران فردا و سلام گرم و ویژه به همه تک تک هموطنانم در ایران و هر کجای دنیا که هستن و صدای منو میشنون. من به نمایندگی از همکارانم در مرکز ایران فردا در لندن از شما سپاسگزاری میکنم. بله، واقعا زحمتکشان وقف ناپذیری هستند. من در این مدتی که در لندن بودم شاهد بودم که واقعا چقدر زحمت میکشن و این زحمت و شوق کارشون چیزی نیست جز اشتیاق به در ارتباط بودن و هرچه بهتر بودن برنامه ها و در ارتباط بودن با بینندگان و تماشاگران و مردمی که در ایران هستن یا هر کجای دیگه که برنامه ها رو میبین. بله. اما بسیاری دیگه هم هستن که اشتیاق خدمتگزاری به مردم رو دارن، اشتیاق اینو دارن تا اونجایی که دستشون برمیان تلاشی بکنن برای بهبود زندگی مردم، از هر صنفی که هستن، از هر دین و مذهبی که هستند، از هر عقیده‌ای که دارند، هر چی که هستند. اما از این بسیاران، بسیاریشون در زندان‌های حکومت هستند. از شما آخرین خبرها رو جویا میشیم، هم از روزنامه نگار تا بقیه کسانی که در زندان‌ها هستند. بله جناب چالنگی، خیلی تأسف‌بار هست اخبار
مربوط به حقوق بشر که دریافت میکنیم. در هفته گذشته هم، حالا چون از هفته پیش که دوشنبه شما برنامه داشتیم و خبرها رو اعلام کردیم به وسیله مهمانانتون هم بحث در موردشون کردیم، تا کنون میتونم بگم باز هم همچنان نقض آشکار حقوق بشر رو در ایران داریم، چه برای زندانی ها، چه برای افرادی که در کشور ما زندانی نیستن و زندگی دارن میکنن. و به قول معروف الان ایران رو به نوعی جمهوری اسلامی تبدیل کرده به زندان بزرگ، یعنی حتی شهروندانی که ظاهرا آزاد هم هستن میشه گفت به نوعی زندانی رژیم هستن. در زندانهای ایران همه گونه افراد رو از همه اصناف، از معلمین عزیزمون ارژنگ داوودی، رسول بداغی و همکارانشون و مخصوصا معلمان مثل های هاشمی و بقیه فعالین صنفی معلمین رو که دریدن دستگیر کردن وجود دارن، آقای باستانی و سایر زندانیان که حالا یا به بلاگ نویس بودن مثل آقای پورشجری یا روزنامه نویس های مختلف، آقای فقیه رضوی که هم روزنامه نگار بودن هم در برای زندانیان سیاسی فعالیت میکردن، خیلی از زندانیان به صلاحی که بزرگترین زندان ها هستش ایران، ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران نامیده شده به همین علت، اساتید دانشگاه به قول معروف کارگران ما و فعالین صنفی کارگری از همه مشاغل مربوط به کارگرها، انواع اقسام افراد هستن، فعالین کودک مثل آتنا دائمی، آتنا فرقدانی، آقای شیرزاد، یا فعالین حقوق بشر، وکلا خانم ستوده که خب الان بیرون اومدن ولی آقای سیفزاده حالشون خوب نیست، باز بردنشون داخل زندان در صورتی که پزشک گفته تنفسشون شبها قطع میشه، آقای سلطانی هستن از وکلایی که زندانی هستن، اینا مدافع حقوق بشر بودن، یا مدافعین حقوق بشر مثل آقای رونقی که مادرشون الان اطلاع داده که حتی از هوش میرفته وقتی میخواستن بیارنش دادگاه، نمی آوردن که به هوش بیاد بیارنش، انقدر حالش بده ولی رسیدگی نمیکنه. به طور خلاصه باید بگم یا روحانیون که الان در بند روحانیون روحانیت ویژه روحانیت مدرنیان بسیاری داریم که حالا جرم‌های عقیدتی دارن، یعنی اینکه اعتراضی کردن یا صحبتی کردن یا عقیدهشون مخالف ولی فقیه بوده، فقط به همین دلیل زنده شدن تا حتی زندانی معروف عقیدتی آقای کاظمینی بروجردی که الان 9 ساله داریم وارد چند ماه دیگه وارد دهمین سالگرد دستگیری ایشون میشیم و 9 ساله که در زندان هستن، بی وقفه، حتی یک ساعت مرخصی نداشتن، از دارو و درمان محرومن، همچنان انواع اقسام شکنجه رو به ایشون وارد کردن، تا کنون بارها سوء قصد به جانشون صورت گرفته، داخل سلولشون مانیتور میشن، حتی داخل حمامشون فیلم برداری میشن، این آخر وضعیتشونه. حتی زندانی رو که در کنار ایشون بوده به عنوان همسلولی، خب واقعا یک زندانی دیگه کیو داره به جز یک همسلولی که کنارش قرار بگیره، گاهن در موارد مختلف و الان هم اخیراً آخرین بار هم این وجود داشته که مأمور کرده بودن که برای ایشون جاسوسی بکنه، ثبت بکنه اخبارش. خلاصه به طور اینقدر گسترده هست که در این مجمل نمی گنجه من اسم همه رو بیارم. بسیاری دستگیری صورت گرفته، خانم نرگس محمدی هفته پیش دستگیر شده، دستگیری دیگه هم بوده، حالا اگه وقت باشه اعلام میکنم، ولی زندان‌ها به این شکل هست که اگر باز در امروز برنامه فرصت این رو داشته باشه من 2-3 گزارش از داخل زندان ها هم خدمتتون میگم، ولی پاسخ سوالتون این هستش که به این شکل هست که به طور گسترده و رنگارنگ از همه گروه ها و اصناف داخل زندان هستن. خب اینو لطف کنید خانم عزیزم، همونطور که اشاره کردید متاسفانه اخبار مربوط به نقض حقوق بشر اونقدر زیاد هست در ایران، در حکومت دینی ایران، که وقت ما یک ساعت کفاف نمیده. به طور خلاصه بفرمایید گزارشتون. من فقط اول 2 تا خبر بزنین پس من گزارش های زندان رو بگم. در زندان اهواز اعتصاب قضا کردن زندانیا، جزئیات زیادی به ما نرسیده به خاطر اینکه نمیذارن اطلاع رسانی بشه، ولی بدرفتاری زندانبان ها وجود داشته در زندان اهواز و زندانیان سیاسی از روز 19 اردیبهشت شنبه در اعتصاب قضا هستن.
به خاطر یه مسئول بندی رو برای اونها مأمور کردن که بسیار بدرفتاره و معروف هستش در شکنجه و آزار و اذیت زندانی. در زندان زاهدان یه گزارش مبسوطی به ما رسیده که به دلیل اینکه زندان زاهدان اطلاع رسانی خیلی کند انجام میگیره و اصلا انجام نمیشه، فقط یکی از زندانیا که آزاد شده بوده این گزارش رو رسونده که در این زندان غذا خیلی بده، آب آشامیدنی خیلی بده، رفتار با زندانیان خیلی وحشتناک و خشونتبار هستش. اینجا 2000 زندانی وجود دارن که 350 تاشون محکوم به اعدام بودن، 300 تاشون به مواد مخدر متهم بودن، به اتهامات مواد مخدر، و 50 تاشون به اتهام قتل. 230 زندانی به صورت سیاسی امنیتی نگهداری میشن، البته خب مخلوط میکردن، افراد دیگه هم باشون بودن. اینجا 8 تا بند وجود داره در این زندان و به اصطلاح زندانیان به خاطر حجم زیاد، تعداد زیاد زندانیا و حجم کم زندان، بسیاری از زندانی ها مجبور هستن که روی زمین بخوابن در هنگام خواب. مثلا شب که میشه میخوان بخوابن، جا نیست، تخت نیست که بخوابن و دچار مشکل هستن. رفتار زندانبان ها خیلی بد و خشونت باره. از جمله یک مثالی رو من دارم که اسماعیل رضایی 28 ساله رو به یک ستونی بستن، به این که بهش شک کرده بودن در بعد از مرخصی مواد مخدر جابجا کرده، ولی بی ربط بوده و این درست نبوده. با این حال اینقدر ضرب و شتم کردن که دنده ها شکسته، وقتی هم که اعتراض کرده بیشتر زدن، بردن قرنطینه، و وقتی زندانیان دیگه اعتراض کردن که چرا بی گناه دارین این کارو میکنین، تمام مواردی رو که تهیه کرده ازشون جمع کرد. اگر اجازه بدین من دو تا خبر فقط به طور کلی بگم. آقای دکتر احمد شهید به اتفاق آقای کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی، و دکتر احمد شهید هم که خب همه بینندگان احتمالاً میشناسن و شما هم میشناسید که ایشون گزارشگر ویژه سازمان ملل هستن در امور ایران، مشترکاً یک بیانیه رو صادر کردن که در اون اعتراض کردن به اعدام‌های رشد اعدام‌ها و رشد فزاینده اعدام‌ها داخل ایران، مخصوصاً اعدام‌هایی رو که گزارش نمیشه و بدون اینکه اخبارش پخش بشه دارن اعدام می‌کنن. اونها گفتن طبق آمار که دریافت کردن که خب میتونه بیش از این هم باشه، بین 9 تا 26 ماه گذشته 98 زندانی اعدام شده، یعنی به طور متوسط هر روز 6 نفر، و در از ژانویه سال گذشته تا کنون آمار اونها نشون میده که 340 مورد اعدام صورت گرفت. یک خبر دیگه هم بگم که در کنار این که آقای دکتر احمد شهید گزارش دادن، ایشون در کانادا هم در مراسمی شرکت کردن که یک هفته‌ای رو کانادا، دولت کانادا تعیین کرده برای یه توجه به حقوق بشر ایران، که همزمان با این به صورت نگوشیشن مربوط به هسته‌ای صورت گرفته، هفته پاسخگویی دولت ایران. آقای احمد شهید هم در شرکت کردن، 30 اپریل بوده تا 7 می. خانم معزن زاده ببینید، من با بینندگان به هیچ وجه رو در واسی ندارم. بله، حکومت ایران و آقای احمد شهید اجازه رفتن به ایران رو نمیده. بله، این یه طرف قضیه است. آقای احمد شهید آیا امکان نداره براشون در زمینه‌های بین‌المللی، مجال‌هایی که دارن، تماس‌هایی که میتونن داشته باشن به عنوان نماینده سازمان ملل نمایندگی بکنن، همین که گزارش فقط منتشر میکنن که در ایران چنین است و چنان؟ خب میدونم، یعنی یک مقداری به قول معروف این کاری که جمهوری اسلامی لابی داره در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا، آقای احمد شهید این وظیفه انسانی رو های انجام میدن یا میتونن، در چارچوب وظایفشون هست که مثلا تماس بگیرن با مثلا وزیر خارجه استرالیا که به ایران میره و وقتی برمیگرده میگه بله مثلا در اونجا، به هر حال من نمیگم حجاب بپوشن نپوشن، ولی مسلماً داوطلبانه نیست زنان ایرانی که حجاب میپوشن، اونایی که معتقدم هستن خوب محترم، آیا وظیفه‌شون هست که بردارن به این خانم بگن وزیر خارجه استرالیا که شما چرا میاید و چون این تبلیغی میکنید که در ایران زنان بسیار راضی هستن و خوشحال هم هستن، داوطلبانه هست و یک سنته، چرا؟ چرا یه همچی دروغی میگید؟
آیا این جزو وظایف آقای احمد شهید هست یا نیست؟ البته باید از دفتر خودشون و از خودشون سوال بشه بهتر از این، ولی اونجوری که من اطلاع دارم سازمان ملل اصلا چارچوبی که داره و ساختاری که ایجاد شده متاسفانه زیاد دست افرادی مثل جناب دکتر شهید یا حالا هر کسی که این پست رو میگیره باز نگذاشته. از شخصیت آقای دکتر شهید هم قدر که من به چند تا دیدار فقط داشتم میشناسم اینه که ایشون خیلی تلاش میکنه و همچنین خب مقامات کشورها هم تلاش های ایشون رو دیده بودن، میگفتن که بی‌طرفانه و تلاش زیادی میکنه. خب دستش در به خاطر ساختار سازمان ملل مخصوصا شورای حقوق بشر سازمان ملل بسته هست، در حدی که میتونه داره تلاش میکنه و اون هم این هستش که خب هی درخواست میده اجازه ورود نمیدن. این هم ماموریت، ایشون هم ماموریت های حقیقت یاب برگزار میکنه، خودش میره دیدن ایرانیان سراسر دنیا، باز نشسته یه جا بگه به من گزارش بدین یا نمیذارن هی گزارش بده، وگرنه پستی که برای ایشون در نظر گرفتن یه مامور ویژه و باید یه گزارشی رو به آقای بانکیمون ارائه بده، حالا هر سه ماه یه بار و سالی یک بارم که گزارش سالانه که چه شده گفت. ولی ایشون به خاطر اینکه خواسته تلاش بکنه نسبت به سایر گزارشگران ویژه باز خیلی فعالتر بوده و ماموریت حقیقت یاب داره، مسافرت میکنه با ایرانیان دیدار میکنه تمام وقت، صحبت میکنه، ثبت میکنه، اسنادشون رو جمع میکنه و سعی میکنه گزارش های محکم و مستدلی رو بده. ولی شما میبینید که چگونه باش رفتار میشه و فقط پاسخگوی اون هم میدن، متهمش میکنن که با اپوزیسیون و از این حرفایی که بی ربط هست و همه هم میدن. منتها من فکر میکنم وظیفه سازمان های مدافع حقوق بشر ایرانی در دیاسپورا هست و فعالین حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور هستش که این کارها رو بکنن. ببینید این تلاشی که فعالین حقوق بشر در کانادا انجام دادن باعث شد که این اتفاق در کانادا بیفته و دولت کانادا حساس باشه. فعالیتی که فعالین حقوق بشر کانادا صورت دادن باعث شد که این اتفاق در کانادا بیفته که دولت کانادا رو رفته رفته حساس بکنن به مسئله حقوق بشر و هر کشوری هم که در اون فعالین حقوق بشر ایرانی تلاش کردن و سعی خودشون کردن این اتفاق افتاده. و گرچه آقای چالنگی خدمت بینندگان عزیز هم باید این توضیح رو بدم که اصلا کارهای مدنی و کارهای مربوط به حقوق بشر کارهایی هستن که زمان بر هست و کار یک دفعه نتیجه درسته. نمیده اما درسته این ولی درسته. اما یک نکته دیگه رو من چند شماره تفسیر خبر اشاره کردم، حتما در برنامه های آینده به طور مفصل درباره صحبت خواهم کرد چون چند نفری هستن روی موضوع کار میکنن. متاسفانه به نام زندانیان ایران، به نام نقض حقوق بشر در ایران، به نام فعالیت برای حقوق بشر در ارتباط با ایران من جای دیگه رو اطلاعی ندارم دقیق، اما در آمریکا رو میدونم اطلاعاتی دقیق و اطلاعات دقیق‌تر حتما در پیش هستیم. گروهان سازمان هایی هستن، اهم از متاسفم بگم کسانی که عضو جنبش دانشجویی بودن، کسانی که عضو بخشی از حکومت بودن و طرد شده از طرف حکومت یا کنار آمده از طرف حکومت، هر کدومش که هست، به نام مردم ایران، به نام زندانیان سیاسی، وام ها یا چی میگن هزینه های از نهادهای آمریکایی و اروپایی حتی گرفتن و به جای اینکه اینها رو صرف حقوق، صرف رسوندن حرف و خواسته ها و وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بکنن، اینها رو خرج عطاینای خودشون کردن. یعنی همون درست همون فسادی که در حکومت ایران هست، برخی از اینها، من باز چکه کنم و تأکید برخی از اینها، و اینها همونطور که گفتم از اعضای برخیشون صاحب نام جنبش دانشجویی بودن هستن. شما بینندگان عزیز میدونید من عادت به چنین سخنان و حرفایی ندارم، شیوه نیست، مگر اینکه مستدل، مگر اینکه متکی به اسناد و تحقیق باشه، پژوهش باشه، چون
به نام زندانی سیاسی، دانشجویان زندانی، روزنامه نگار زندانی، همکاران و همردیفانشون از نهادهای آمریکا که سنتی است کمک کردن و کمک گرفتن و اون پول رو به جای اینکه بیان صرف رسوندن صدای این زندانی ها بکنن فعالیت ببرن، مثل بقیه جای دنیا که این کارو میکنن در اروپا و آمریکا، آمدن خرج اتینا و شخصی خودشون کردن. بنابراین وظیفه است که اینها رو من به مرور حتما مطرح خواهم کرد و در چارچوب قوانینی هم که هستن. تفسیر شما رو می‌شنوید. در همین زمینه سوء استفاده نهادهایی، حالا که همونطور که اشاره کردیم در کانادا چنین نبوده یا دست کم بسیارشون در همین راستا حرکت کردن برای احقاق حقوق مردم ایران. خانم معززه بفرمایید. بله دقیقاً جناب چالنگی، من اتفاقا میخواستم به این نکته اشاره کنم. حالا من اون اسنادی که شما میفرمایید ندارم و خیلی خوبه که شما افشاگری بکنید و اینها رو بگید، به خاطر رسالتی که به عنوان رسانه به عهده رسانه شما هم خب هست به تبع، اینکه برای ملتتون که به شما اعتماد دارن و ملاحظه میکنن برنامه هاتون رو و اخبارتون رو پیگیری میکنن، افشا بکنید که چه کسانی اونها سخن اونها رو بازتاب میدن یا نمیدن یا به هر علتی. به خاطر اینکه خب به هر حال دولت ها که از داخل ایران خبر ندارن، داخل ایران بسیار بایکوت خبری هستن مردم، ما باید صدای اونها باشیم. خواستم اینو عرض کنم که در اصل این وظیفه ماست. ما اگر بتونیم اسناد و مدارک و صدای مردم رو برسونیم، اسناد و مدارک نقض حقوق بشر رو به درستی و محکم و مستدل به کسایی مثل آقای احمد شهید برسونیم، ایشون هم بهتر میتونه وظیفه خودش رو انجام بده و مقابل این همه دروغ و فشارهای رژیم بیسته. یا بقیه دولت ها الان یه طرحی هست برای اطلاع بینندگانتون بعد اشاره میکنم، طرح میشه گفت به فارسی حمایت و به اصطلاح وکالت پارلمانی اعضای پارلمان های کشورهای مختلف از زندانیان سیاسی داخل ایران. خب این در اثر این اطلاع رسانی ها این طرح تصویب شده در کشورهای مختلف مثل کانادا، مثل آمریکا، مثل آلمان و کشورهای اروپایی که اعضای پارلمان اونها جوین میشن با چند تا زندانی سیاسی و هر کدوم یکی رو به عهده میگیرن و وکالتش رو به عهده میگیرن، که از جمله آقای کاظمینی بوژدی در چند تا کشور مورد حمایت قرار گرفته و خب زندانی های دیگه هم همچنین. حالا من چون سخنگوی ایشون هستم اسم ایشون رو الان آوردم. به هر حال اونها سعی میکنن، خب الان داره رژیم جمهوری اسلامی یک کسی مثل آقای کاظمینی بوژدی رو میخواد دوباره محاکمه کنه، میگه دادگاه جدید به خاطر کتابشون. خب اونها وکالت اونها رو به عهده میگیرن چون اونها داخل ایران که وکیل ندارن، مردم ما صدایشون شنیده نمیشه و بیشتر زندانیان سیاسی وکیل آزاد رو نمیذارن ببینه یا نمیذارن یا وکیلشون میگیرن دستگیر میکنن. ما باید از این بیرون بخوایم که کمک بکنن. حالا اگر کسی بیاد به نام رساندن صدای مردم چنین خیانتی رو بکنه اصلا بخشودنی نیست، به خاطر اینکه خب اعضای پارلمان های کشور خارجی یا صاحبان حکومت ها اگر هم حالا بخوان توجهی به صدای داخل ایران بکنن که حالا بحثش مفصله، خب میخوان صدای اونها رو از کی بشنون؟ از فعالین حقوق بشر و رسانه های بیرون. اگر اونها هم بخوان به درستی نرسونن، باندی و مافیایی عمل بکنن، چه میماند برای مردم ما؟ و این خیلی تاسف باره. ببینید، خب این توضیح رو فقط برای بینندگان عزیزمون بدیم، برخی از که احتمالاً آشنایی ندارم. من با کلمه افشاگری چندان میونه خوبی ندارم. نوعی روزنامه نگاری هست، هم از نوشتاری تصویری و رادیو و همه اینها که در کشورهای آزاد همیشه وجود داشته و داره، میرن تحقیق میکنن، سالها زحمت میکشن تا یک حقیقتی رو پیدا کنن، مثل همون چیزی که الان در آمریکا صحبتش هست راجع به خانم هیلاری کلینتون و ایمیل های مفقود شده و این ایمیل ها چه بوده چه نبوده، که الان کتابی هم در آمریکا در مورد بله. یا مثلا قضیه معروف واترگیت، برعکس جوامعی که آزادی ندارن، جوامع آزاد نیستن، برچسب زدن، مات زدن، نشستن در گوشه ای و همینطور روی هوا گفتن، افراد دیگه رو از سر هرچی که هست متهم کردن، برعکس کشورهایی مثل ایران که این ناشی از نبودن آزادی است و
اتهام های بی اساس هم بی مجازات میمونه. در کشورهای آزاد خیلی سخته اتهام بی جا زدن، دادگاهی هست میرن رسیدگی میکنن، بنابراین یک قوانین و چارچوبی هست. اینه که روزنامه‌نگاری که میخواد حقیقتی رو بگه یا معتقد به چیزی مشکوکی میره تحقیق میکنه، اگر دید که حرفش درسته و رسید به هدفی که میخواد خب میاد منتشر میکنه، مثل آنچه که در واترگیت اتفاق افتاد و ما کناریسون رئیس جمهوری آمریکا انجام، یا آنچه که در جریان هست درباره خانم هیلاری کلینتون و همچنان پیگیر هستن. چون این کاری واقعا لازم هست، واقعا برای اینکه کسانی که در ایران دلیلی در زندان هستن، عقیده، فعالیت، استاد دانشگاه، هر دین و مذهب و عقیده‌ای که دارن، به نام اونها و به عرض کنم به جای انجام وظیفه اصلی کار دیگه کردن، خب این چون شیوه روزنامه نگاری میتونه به سراغ اونها بره ببینه آقا دارن چیکار میکنن. به هر حال از این موضوع که بگذاریم که در آینده حتما من پیگیر خواهم بود، این نکته هست خانم معزنزاده، من خبری خوندم که گروهی از بچه‌ها کودکان با مادرانشون در زندان‌ها هستند. و زندانی وقتی ما نقد حقوق زندانی رو میگیم، برای بینندگان باز توضیح میدم، این که فقط زندانی سیاسی نیست، زندانی عادی هم داره حقوقی است که طبق موازین بین المللی باید رعایت بشه، نیست؟ و وضعیت کودکان رو شما چه خبری دارید؟ گزارش ها خیلی دقیق نیست، ولی تا 200 کودک رو من دیدم که داخل زندان هستن با مادرانشون. خب ممکن خیلی بیشتر از اینها باشه، به خاطر اینکه خیلی از زندان ها آماری ازشون نداریم و تعداد دقیق زندانی ها هم آمار نداریم. ولی همجور که شما فرمودین، خب زندانی ها از هر جرمی هم که مرتکب شده باشن، موظف هست کسی که اونها رو زندانی کرده، در درجه اول زندان و رئیس زندان ها و بعد مسئولین قوه قضاییه و طبق قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، نهایتا رهبر جمهوری اسلامی موظف پاسخگو باشه در مقابل سلامت اون زندانی ها. یعنی این طور سلسله مراتب داره. ولی ما متاسفانه شاهد هستیم که اصلا شرایط غیر انسانی و وحشتناکی داخل زندان های ایران هست، و به دلیلی که خود رئیس سازمان زندان آقای جهانگیری هم حتی گفته که ما اضافه داریم و نباید، در واقع به نوعی اعتراف کرده که شرایط خوب نیست و نمیشه این کارو کرد، و یعنی فراهم کرد رفاهیات رو بسام. حالا شما توجه کنید یه جایی مثل زندان زنان که شرایطش رو یک مقداری، حالا به قول شما، از کلمه بعضی از کلمات بعدن بار منفی پیدا کردن که شما میفهمین افشاگری، به دلیلی که بعضی اومدن بی دلیل روشن کردن، میشه بگیم شفاف سازی و یا همون برملا کردن و روشن کردن حقایق که آتنا فرقدانی انجام داد، یه مقدار گوشه کوچکی از اون بود که فرستاد بیرون که این جور زندانی هستن. کودکانی هستن که از اول تولدشون داخل زندان بودن، حالا به جرم مواد مخدر بوده، پدر مادر زندانی هستن، اونها هستن، شرایطشون خیلی اسفناکه، به خاطر اینکه بچه خب طبق کنوانسیون های حقوق کودک به خیلی چیزها نیاز داره. حالا خود ما هم میدونیم نیاز به کنوانسیون نگاه کردن نیست. بچه از زمانی که به دنیا میاد نیاز داره به فضای آزاد، به بازی و تفریح در پارک، هر روز باید بره، غذای مناسب، تامین مواد آموزشی و تحصیلات مناسب. ولی این بچه که داخل زندان به وجود به دنیا اومده، بعد همینجور داره اونجا بزرگ میشه، با چه افرادی سر و کله میزنه، آموزش نمیبینه. شما از همینو نگاه بکنید، اصلا گفتنش خیلی تأسف برانگیزه و خوندن این خبرها هم آدم رو واقعا مشمئز میکنه و نمیتونی ادامه بدی، به دلیل اینکه این کودکان دارن با شرایط بسیار غیر انسانی دوباره آشنا میشن با جرم و جنایت، و بعضی از اونها مورد تعرض حتی قرار میگیرن، مادران نمیتونن ازشون مراقبت کنن. یعنی خیلی خودش اصلا میتونه یه برنامه کامل ببره وضعیت کودکانی که داخل زندانها با مادرانشون هستن. و اینجا من واقعا مسئولین اصلی مملکت، مسئولین مملکت رو مقصرین اصلی میدونم، به خاطر اینکه شما الان در کشورهای دیگه میبینید حتی اگر یه بچه بی سرپرست هم باشه، دولت موظفه که از اون کودک نگهداری بکنه و آموزش مناسب رو بهش بده. اگر مادر و پدری صلاحیت نداشته باشن، دولت میاد دخالت میکنه. با سپاس از سرکار خانم معزنزاده عزیز.
میگیریم تفسیر خبر رو در ادامه برنامه. آقای بیژن فتحی، فعال حقوق بشر در کانادا، با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای بیژن فتحی گرامی، معلم پیشین ایرانی. و من عنوان معلم پیشین نمیدونم تا چند منطبق بر واقعیت امر هست، چون معلم همیشه من فکر میکنم تا آخر عمر معلم خواهد ماند و عضو پیشین کانون صنفی معلمان. معلمان فارغ از کانون و مجمع همه عضو یک خانواده بزرگی هستن که مسئولیت بسیاری هم در طول تاریخ ایران داشتن که نحو احسن انجام دادن. سلام به شما و خوش آمد برای نخستین بار آقای بیژن فتحی، با من شما هستن از تورنتو کانادا. منم عرض درود دارم خدمت شما جناب آقای چارلنگی و همه بینندگان عزیزتون و برنامه ریزان گرامی. آقای فتحی گرامی، به ما بفرمایید که آخرین خبرهای از تجمع اعتراضی معلمان که داشتین، تجمعات سکوت معلمان، به کجا انجامید و چه نتیجه گرفته شد؟ جناب آقای چارلنگی، همانطور که میدونید معلمان از اسفند ماه سال گذشته در رابطه با وضعیت معیشتی و در رابطه با شأن اجتماعی که در جامعه متاسفانه در رژیم جمهوری اسلامی سرکوب شده و پایمال شده بود، تجمعاتی برگزار کردند. تجمعات قرار بود که وقتی که اطلاعیه‌ای میدن و برنامه‌ای دارن، به هر حال رژیم با اون به اون بپردازه و بخواد مسائل و مشکلاتش رو حل کنه. با این امید بودن. من به عنوان یک معلم بازنشسته و که الان در خارج از کشور به سر میبرم، وقتی که در ایران بودم و عضو کانون صنفی معلمان، به این نمیدونم، شاید یه ضرب المثل باید به خدمتتون عرض کنم که میگفتن که ضرب المثلی است که میگه یه روز سر یه کوچه رسیدم و دیدم که یک پیر، من جوان بودم و دیدم یک پیرمردی از اون کوچه میاد بیرون. بهش گفتم که، اون به من گفت که داخل این کوچه نرو، بن‌بسته. من گوش ندادم رفتم و وقتی که برگشتم دیدم که سر کوچه که برگشتم دیدم پیر شد. در رابطه با معلم ها هم متاسفانه همینطوره. یعنی از شاید 20 سال پیش، از سال 1370 مرتب اعتراض دارن، بهشون میگن نامه بنویسید، اعتراض مسائلتون رو بگید، ما بررسی میکنیم. معلم های ما هم همینطور، از اونجا که انسان های فرهیخته هستن و قانونمند هستن و به قانون احترام میگذارن، متاسفانه هر تجمعی که برگزار میکنن یک وضعیت خاصی داره. این بار هم معلم های ما در شهرهای زیادی در دست به تجمع سکوت به اصطلاح زدن، که البته تجمعشون تجمع سکوت نبود، چون فریاد زدن. معلم ها در مشهد 7000 نفر اومدن و اعلام کردن وزیر بیکفایت، استعفا. سکوتی در کار نبوده، اما اومدن صحبت کردن. البته قبل از اون آقای رسول بداقی که حدود نزدیک 6 ساله در زندان بود، اون رو به سلول انفرادی بردن که به قول خودشون مانع این بشن که آقای بداقی بخواد از درون زندان بخواد این مسائل رو بررسی و هدایت بکنه. به آقای اسماعیل عبدی فشار آوردن و مجبورش کردن که استعفا بده و یک و سخنگوی کانون. اما در مجموع معلم ها حضور خوب و گسترده ای داشتن و امیدواریم که دیگه احتیاج نباشه تا
که بخوان معلم ها دوباره به خیابون بیان، مدارس رو تعطیل بکنن، اما باید معلم های ما هم حواسشون جمع باشه که بدونن بعد از اینکه فصل امتحانات گذشت دوباره در بر همون فاصله میچرخه و دوباره اینکه بودجه نیست، دوباره اینکه حالا صبر بکنید و ما این مسائل رو بخوایم بعدم بهشون رسیدگی کنیم. یعنی الان مسئولان وعده‌ای دادن، قرار به این وعده‌ها عمل کنن یا خیر؟ یا دقیقاً تا به حال هیچ وعده خاصی داده نشده. آقای حسن روحانی در نهاد ریاست جمهوری روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه 94 یک سخنانی ایراد کرد با موضوع برنامه آیین نکوداشت مقام معلم بود. ایشون گفت که دولت حق اعتراض را برای تمام قشرها و اصناف به رسمیت میشناسه و بعد میگه که دوباره اعلام میکنه با من مشورت کردن، گفتم بگذارید بیایند، ما تحمل میکنیم. یعنی میگه با من مشورت کردن، گفتن که معلم ها میخوان بیان بیرون و تجمع سکوت داشته باشن، من گفتم که بگذارید بیایید، ما بیایند، ما تحمل میکنیم. بعد آقای روحانی دوباره تاکید میکنه نسبت به معلمین هم حق اعتراض رو به رسمیت میشناسید. در جمله قبل میگه دولت حق اعتراض رو برای تمام قشرها و اصناف به رسمیت میشناسه، ولی الان بعد دو تا جمله پایینتر در پاراگراف پایینتر میگه که نسبت به معلمین هم حق اعتراض رو به رسمیت میشناسه. خب زحمت کشیدن ولی آیا کاری هم کردن؟ این بابا که رئیس دولته، معلمان هم که حرفاشون زدن، همین آقای حسن روحانی آیا صدا کرده رسول بوداغی، آیا عبدی، بقیه رو، چهار تا نمایندگان معلمان رو بیار بگی آقا چی میخوایی؟ یکی از خواسته‌های معلمان همین بود که دولت اعلام میکرد که ما یک کارگروه مشورتی آماده کردیم که بتونیم که بخوایم به وضعیت معلمان رسیدگی کنیم. این تجمع‌های صنفی معلمان هم درخواست داشتن که دو نفر رو ما معرفی میکنیم از طرف معلمان بیان. البته ما باید بدونیم که آقای روحانی یا بعد آقای هاشمی رفسنجانی هم که در همین موارد صحبت میکنند، این آقایون مسئولان مملکت بودن. در دوران سازندگی به اصطلاح بعد از جنگ آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، آقای نجفی مدیر وزیر آموزش پرورش بود، باز هم وضعیت معلمان رسیدگی نشد و در حد بقیه کارمندان دولت نبود. الان دارن به گونه ای عمل میکنن، من فکر میکنم به گونه ای دارن عمل میکنن که مثلا در آینده بخوان آقای نجفی رو که مجلس فعلی بهش رأی اعتماد داده بود برگردونن و به معلمان بگن که ایشون قرار رسیدگی کنه به شما و بخوان دوباره این مسئله رو همینطور سر بدونن. ولی واقعیت امر اینه که هیچ کاری برای معلمان هنوز انجام نشد. ولی صحبت شد، مثلا حرف زدن که معلمین حق اعتراض دارن و حق ما تحمل میکنیم، زحمت کشید. یعنی دقیقا مثل این که ما یعنی آقای روحانی میگه که ما صاحب این خونه هستیم، ما حق همه چیز رو داریم، اقشار میتونن اعتراض کنن، معلم ها هم، یعنی معلم ها از او اقشار هم پایین ترند. اصلا مثل این که به رسمیت تا حالا نمیشناختن، آقای روحانی اومده و اعلام میکنه که ما این رو به رسمیت میشناسیم حق اعتراضشون رو، در صورتی که ما میبینیم که اگر حق اعتراض رو به رسمیت میشناسن چرا باید فشار بیارن به دبیرکل کانون صنفی و مجبورش بکنن به استعفا و بگن که شما 10 سال حکم تعلیقی دارید، اگر الان استعفا ندید شما رو از همینجا میبریم زندان. آقای فتی عزیز، یه پرسش خیلی ساده. آقای رفسنجانی و بقیه، خود آقای خامنه‌ای به جای جمع کردن دی رو و بعد در دهن آمریکا زدن و اسرائیل رو نابود کردن و
هوار هوار کردن پامنبری ها، به جای این کارها سر کیسه رو اگه شل کنن مسائل راحت‌تر حل نمیشه. یعنی به یه معنی شاید دوره این رسیده که دیگه حالا آقای خامنه‌ای وضعیش چنان 95 میلیارد دلار یه قلم زیره نگینشون هست، بیاد خمس و زکات این پولهایی که حالا بالا خود مردم هم هست به معلمان بدن به جای همه این کارها، و بقیه کارگرانی که 6 ماه حقوق نگرفتن و بقیه چرا این کارها رو نمی کنن؟ اتفاقا آقای رفسنجانی هم در دانشگاه امیرکبیر دوشنبه 14 اردیبهشت صحبت کرده و گفته که خواستار بهبود وضعیت معلمان در ایران شده. گفته متاسفانه ما مشکلاتی در کشور داریم که آنها باید حل شود. معلمان ما این روزها به خاطر اعتراض به حق خود کلاس درس را تعطیل کردند و اعتراض میکنند، که البته کسی هم مزاحم آنها نیست. و از سر همینه جناب آقای چالنگی عزیز که اینها، این مسئولین به اصطلاح مسئولین مملکت، برای معلمان، برای کارگران، برای پرستاران، برای بیکاران، برای کسایی که توی این مملکت زندگی میکنن، به غیر از طبقه روحانیت و اون هم روحانیتی که وابسته به خودشونه و قبولشون داره، ارزشی قائل نیستن. و الا میگه که آقای روحانی هم به عنوان رئیس جمهور میگه ما میدانیم معلمان مشکل دارن، آنها هم میدانن که ما مشکل داریم. جالب اینجاست که موقعی که نفت 5 دلار بود یا 8 دلار بود میگفتن کشور مشکل داره، وقتی که 150 دلار هم هر بشکه شد باز هم این آقایون مشکل داشتن، یعنی حاضر نبودن بدن. ولی باز تاکید میکنه آقای هاشمی، میگه معلمان باید آنقدر شاداب باشن تا شادابی را به فرزندان ما هدیه کنند. و بعد میگه از مهمترین وظیفه ما در حکومت اسلامی این است که مقام شایسته معلم را مراعات کنیم. به قول معلوم نیست، یعنی اینجا هر کسی سعی میکنه که رسیدگی به مردم رو وقتی که مسئله مادی میشه، وقتی که مسئله درآمدهای کشور میشه، به کسی دیگه و زمان دیگه پاس بدن و به هیچ وجه حاضر نیستن که عمل بکنن. چون اگر معلم ها و بقیه مردم بر اساس اون هرم نیازهایی که مازلو تعریف کرده از نظر معیشت وضعش خوب بشه، خوراک، مسکن، شاید اون موقع میان تو مراحل بعدی که ببینم بقیه به وضعیت حکومت و سیاست و این چیزها بخوان وارد بشن. اینه که اونا میخوان همیشه مردم به دنبال حد اقلهای زندگی باشن و به مراحل بالاتر از رشد نیان. خب حالا اینکه آقای رفسنجانی میاد یه همچین حرفایی میزنه، یا آقای روحانی، یا حتی خود آقای خامنه ای میشینن و بله انشاخونی درباره وضعیت کارگران، آقای خود خمینی بهتر از همه میگفت. حتی آقای خمینی کار رو به جایی رسوند که در روز کارگر اولین نطقه که کرد، روز کارگر، حتی گفت خدا هم یک کارگر بود، که ما برای توجیه و تفسیرهای بسیاری داشت. من شخصا دقیقا متوجه مفهوم مورد نظر ایشون نشدم. گو که حزب توده ایران در تجزیه و تحلیل این حرف مطالب بسیار نوشت و شاعر حزب توده آقای سیاوش کسروی هم شعری گفت، همونطور که در وصف هیچ آقای خمینی در بازگشت به وطن بسیار گفتن. اما چنان سخن گفته ای قابل فهمه. آقای رفسنجانی الان دستش به نحوی از قدرت یک مختصری کوتاه است، ولی همه اینا مسئولان این کشور بودن بعد از انقلاب. چه کسی بالاخره باید درست کنه؟ و این معلم اساسا چی میخواد؟ اگه بخوایم خلاصه بفرمایید چی میخواد معلمان ایران؟ معلمان انتظار دارن، گفتن که ما میخوایم مثل بقیه کارمندان دولت، یعنی چیز بیشتری نخواستن، مثل بقیه کارمندان دولت، مثل تمام کارکنان دولت حقشون پرداخت بشه.
اینطور نباشه که نسبت به کارکنان دولت اینها مثلا یک سوم، یک پنجم و بعضی و شاید یک دهم اونها حقوق بگیرن. بحثشون همینه. و این چیزی که شما فرمودین که خمینی گفت خدا هم کارگره و یا اینکه خامنه ای یا هاشمی، بحث من هم همینه. آقای هاشمی خب وقتی که حکومت دستش بود چرا این کار نکرد؟ خامنه ای وقتی که الان حکومت دستشه، همه چیز دستشه، تمام بانک ها، اقتصاد، مجلس، سیاست، همه چی دست اونه، چرا الان کاری انجام نمیده؟ فقط میان چهار تا معلم رو که در معلم بسیجی هستن اینا رو میارن به عنوان جامعه معلمان و اونجا ازشون تقدیر و تشکر میکنن. اونجا هم این معلم نماها باید بهشون گفت دست خامنه ای رو میبوسن و میرن. حکومت اسلامی تو این 37 سال نشون داده که نمیخواد برسه به معلمان. و وقتی که الان ما میبینیم که آقای روحانی یا هاشمی میان این صحبت رو میکنن، برای اینه که از این حرکت معلم ها استفاده بکنن برای پیروزی خودشون در جنگ قدرتی که دارن. ما معلم ها باید فریب این رو نخوریم و کار خودمون رو انجام. خب تجمعات معلمان تا اونجایی که من دنبال کردم، تجمعات این یک ماه اخیر، اعتراضات معلمان باستاب نسبتاً قابل توجه و تأمل و نسبتاً گسترده‌ای داشته در رسانه‌های غیر ایرانی هم تا چند اندازه میتونه مؤثر باشه، توجه نهادهای بین المللی مربوط به معلمان رو به خودش جلب کنه. الان کانون معلمان در تبعید و بقیه فعالینی که در خارج از کشور به سر میبرند دارن تماس میگیرن با نهادهای معلم، نهادهای جهانی معلمان که در رابطه با معلمانه و وضعیت معلمها را به اونها بگن که اوضاع احوال در ایران چگونه داره میگذره و چه وضعیتی داره. یعنی وقتی که در روز جهانی کارگر در تورنتو ما این پلاکارد معلم ها رو به دست گرفته بودیم و به عنوان حمایت، خیلی جالب بود که چند تا از بچه های ایرانی که اینجا به دنیا اومدن و بزرگ شدن اومدن گفتن که ما نمیتونیم این خط فارسی رو بخونیم، خیلی به سختی صحبت میکردن، ولی ما دیدیم اینجا گفتید که شما معلم، این معلم ها در تبعید چه وضعیتی دارن معلم ها. بعد که ما براشون تعریف کردیم که معلم های ما رو به خاطر فعالیت های صنفی زندان کردن، اصلا تعجب کردن. یا اینکه بهشون گفتیم که ما یک معلم زندانی داریم به اسم آقای ارژنگ داوودی که حکم اعدام بهش دادن، بعد گفتن مگر چه کار کرده؟ گفتیم حرف زده. گفتن برای حرف زدن؟ گفتیم بله. برای اینا خیلی خیلی اصلا تعجب برانگیز بود، هم برای اونا و هم برای خارجیایی که می اومدن و سوال میکردن که برای چی با معلم رو زندان کردن، اگر معلم چه کار میکنه که زندان میشه. وقتی که جهان از این اطلاع پیدا بکنه و افکار عمومی جهان بیاد پشت این قضیه، دیگه اینها نمیتونن معلم ها رو همینطور در زندان نگه دارن. بهشون نگفتید که آقای ارژنگ داوودی هر وقتی که این حضرات مربوط به قوه قضایی لاریجانی ها بیکار میشن یا وقت پیدا میکنن، یه حکم اعدام تازه هم اضافه میکنن به احکام قبلی؟ بله، اتفاقا عکس ارژنگ رو برده بودیم هم به فارسی و هم به انگلیسی، برای اونا توضیح دادیم که این آقای ارژنگ یه حکم اعدام داره، یه حکم 20 سال داره و جدیدن هم تهدید شده که یه حکم اعدام دیگه به شما میدیم و شما رو اعدام میکنیم. و اصلا تعجب میکردن اونجا، یعنی این صحبت ها رو که ما میکردیم میگفتن الان تو این زمان، یعنی تو قرن 21 الان یه حکومتی هست داره این کار رو انجام میده. خب حالا ببینید، این خود آقایون حکومت دینی ایران، کسانی که حکومت میکنن، هم از خدای خمینی و مخلفاتشون حرفایی زدن تا به امروز. حالا اطرافشون بودن کسانی، کارگزارانشون، عصای دستشون مثل ابراهیم یزدی و بقیه،
هیچ وقت هم به اینا توضیح ندادن. همین بابا ابراهیم یزدی نیومده به خمینی بگه به آقای خمینی که آقا اینطور نیست که اونطور هست، یا مثلا همین محمد جواد ظریف، اینا به هر حال در آمریکا درس خوندن، اونجا زندگی کردن. آقای ظریف میاد جلو دوربین تلویزیون روشنی همون حرف آقای احمد نژاد میزنه که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. بله. هیچ وقت نیومدن و توضیح بدن به این آقایون که آقا در جای دیگه دنیا اینطوری نیست که شما میگید. مثلا من یادم هست آقای خمینی که سرخپوستان آمریکا رو پشت سرشون بودن و سیاه‌پوستان آمریکا رو و میبخشید، همونطور که آقای قذافی، از شما میپرسیم. حالا درسته کالباس میخورم گفته ملایان و حکومت در ایران به جهنم خواهند رفت به خاطر خوردن کالباس و از این قبیل کارها، اما شما به ما بگید در کانادا معلمان چه وضعی دارن، چه وضعیت سنفی دارن، از نظر درآمد سطح زندگی چطور میبینید، که من مطمئنم شما پیگیر بودید. اینجا اصلا قابل قیاس نیست با ایران. یعنی وقتی که ما مشاغل رو صحبت میکردیم، سوال میکردیم که اینجا مشاغل مثلا ساعتی چقدر درآمدشونه، چه کار میکنن، بعد یکی سوال میکردن به معلم ها که رسیدن، میگفتن صحبت اونا رو نکنید، اونا وضعشون خوبه، اونا اوضاع احوالشون میزون اتحادیه دارن اینجا و اصلا قابل قیاس نیست با ایران مثلا چطوره. و فکر کنم در همونطور که کارگرانشون هم همینطور قابل قیاسیست، اتحادیه دارن، انجمن دارن، صحبت میکنن، وضعیتشون طوری. و خب همون مسئله سوشیالی که هست اینجاها، یعنی دولت موظفه در مقابل این که معادن رو استخراج میکنه، نفت رو استخراج میکنه و مالیات میگیره، موظفه که وقتی که کسی بیکار بود حداقل‌های زندگی رو براش تهیه بکنه. این چیزیه که ما به هیچ وجه در ایران و یا کشورهایی مثل دورور ما نیست و این خیلی مهمه. و اتحادیه هاشون حتی تا اونجایی من تعقیب کردم میتونن اتحادیه ها، سندیکا ها در همین کشورهای به اصطلاح سرمایه داری و استکبار جهانی میتونن روی دولت ها اثر بذارن، وزیر جا به جا کنن، نیست؟ دقیقا همینطوره. یعنی اینکه قدرت دارن اتحادیه ها، به همین دلیله که اون نیروهای سیاسی احزاب هم سعی میکنن که وارد این اتحادیه ها بشن یا نظرات این اتحادیه ها رو به خودشون جلب بکنن و باشون بشینن تعامل بکنن که شما اگر از ما پشتیبانی بکنید و به ما رأی بدید، مثلا چه خواسته هایی دارید، که اونها میتونن حتی به قول شما حتی وزیر هم بفرستن در هیئت دولت. این چیزی که در ایران بحثشه که نباید وارد سیاست بشید و کار باید فقط سنفی باشه، اونا میدونن که تمام تصمیمات اقتصادی رو دولت‌ها به صورت سیاسی میگیرن. سپاسگزار هستم آقای بیژن فتحی گرامی، امیدوارم در برنامه‌های آینده به طور مفصل‌تر در مجموعه برنامه‌هایی بپردازیم به آنچه که معلمان ایران میخوان، وضعیت زندگی اونها و روند رفتار و کردار حکومت برآمده از انقلاب اسلامی در ایران با معلمان نازنین ایران. با سپاس منم از شما سپاسگزارم که این وقت رو در اختیارمون گذاشتید و امیدواریم که بتونیم در یک برنامه که زمان بیشتری در اختیار ما بذارید از معلم‌های شایسته، معلم‌هایی که اعدام کردن، الان سالگرد آقای فرزاد کمانگره که در 19 اردیبهشت سال 89 توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد، در این مورد و اندیشه های اونها صحبت کنیم. حتما در برنامه های آینده خواهیم پرداخت به همه موضوعات مربوط به معلمان تا اونجایی که بتونیم و اطلاع داشته باشیم. بینندگان نازنین ما بر ما خواهند بخشید، اگر نقص و اشکالات فنی میبینند در برنامه، من در سفر هستم و امکانات کم از استودیوی
مفصل مرکزی ایران فردا و از استودیوی ویژه تفسیر خبر در واشنگتن دور هستم و این هست که اگر نقصی هست بر ما خواهید بخشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به روان فرزاد کمانگر، معلم اعدام شده و همه معلمان اعدام شده، و به رسول بداغی، ارژنگ داوودی و معلمان دیگری که در زندان هستند، و به همه معلمان نازنین ایران. با سپاسی دوباره از آقای بیژن فتی عزیز به پایان برنامه میرسیم. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری کوهساران، دنا درا کلوند کوه و زاگرس، و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.